هفته پیش خبری از مجلس بیرون آمد که واکنش‌های زیادی داشت. ماجرا از جایی شروع شد که محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن فیلمی از خود در مجلس منتشر کرد و از یک مصوبه انتقاد کرد. نمیدانم مجلس فعلی مجلس یازدهم دنبال چه موضوعی است و دولت چرا همچه احکامی رو در لوایح خودش میاره که باعث اضرار بر اشخاص، اضرار بر مردم، گرفتاری و سرگردانی اونها بشه. لذا از این بابت خواستم تأسف خودم رو اعلام و ابراز بکنم. این نماینده ادعا کرده بود اگر جمع واریزی به حساب بانکی شخصی در هر ماه نسبت به سال قبل بیشتر شود، مشمول مالیات خواهد شد. اما بررسی ها نشان می دهد این ادعای محمد حسین فرهنگی درباره مصوبه مجلس درست نبود. مصوبه مجلس می گوید اگر جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب های غیر تجاری در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد بیشتر باشد، آن حساب و تراکنش ها درآمدی تشخیص داده می شود. اینه که اولا این مسئله، یعنی این مصوبه بسیار مهمی که نمایندگان محترمون رو تصویب کردن، قاطبه مردم رو اساسا درگیر نمیکنه، فقط صرفا در واقع هدف اصلی شناسایی کسانی است و معدود افرادی است که با هدف اصطلاحا فرار مالیاتی میلیاردها میلیارد در واقع حسابشون داره واریزی به حسابشون صورت میگیره و این مجموع مبالغ واریزی و تعداد واریزیای بالایی که به حساب این افراد داره صورت میگیره بعضن چون شناسایی نمیشه، این مصوبه بسیار مهم روشی است برای شناسایی این معدود افراد. به زبان ساده تر، اردیبهشت سال بعد شورای پول و اعتبار یک میزان مشخص و ثابت از جمع مبالغ و تعداد دفعات واریز برای یک حساب شخصی تعیین خواهد کرد. بعد از آن اگر در هر ماه از این میزان مشخص واریزی بیشتری داشته باشد، به صورت خودکار تجاری تشخیص داده خواهد شد. رد این تشخیص هم بر عهده صاحب حساب است. هدف این مصوبه جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفافسازی درآمد برخی مشاغل است که برای فرار مالیاتی اقدام به دادن حساب‌های اعضای خانواده و بستگان به کسب و کارهای خود می‌کنند و به جای استفاده از کارت‌خوان مشتری را اجبار به کارت به کارت کردن می‌کنند.